درود و شامتان شاد. گفتگوی آخر خط را به گونه زنده از نور بیننده هستید. انتخابات درونی مجلس نمایندگان و نبرد نرم حکومت در میان نامزدان. همایون همایون توانست جایگاه معاونیت نخست مجلس را از آن خود کند و برنده شود، اما بازنده ارگ را خواند، نه رقیبش را. امروز مجلس نمایندگان گواه برگزاری دومین دور انتخابات اعضای هیئت اداری این مجلس بود که سرانجام همایون توانست از میان دو نامزد که یکی خودش بود و دیگر هم نظیر احمد زی با کسب 110 رأی نمایندگان چوکی معاونیت نخست مجلس نمایندگان را از آن خود کند. در حالی که در دو روز مجلس نمایندگان نتوانست هیئت اداریش را به گونه کامل برگزیند و قرار است فردا سومین دور انتخابات درونی مجلس برگزار شود، جدال دو نامزد بر سر معاونیت اول حمایت از ارگ و استادگی در برابر ارگ را به دنبال داشت. آقای همایون سران حکومت شامل رئیس جمهور، مشاور امنیت ملی، رئیس امنیت ملی، وزیر دارایی و چند تن دیگر را نام گرفت و آنها را متهم به دخالت علیه خودش در انتخابات درونی مجلس کرد و خطاب به آنان گفت شرمتان باد که در برابر تمام دستگاهتان به تنهایی پیروز شدم. از سوی دیگر آقای احمد زی که نتوانست برنده این انتخابات شود، بر رغم ناکامیش تأکید کرد از حکومت پشتیبانی می کند و به هیچ کس اجازه نخواهد داد نام رئیس جمهور و مشاور امنیت ملی را کج بگیرند. با این وضع نمایی از دخالت حکومت در وضعیت اداری مجلس نشانگری چیست؟ من رشاد زرید هستم و دنبال پاسخهای این پرسش می‌گردم با حضور جناب آقای مقدم امین، آگاه و کنشگر سیاسی، و یادآوری می‌کنم که بانو زکیه سنگین نماینده مردم در مجلس هم پیمانمان بودند که تشریف نیاوردن. خیلی سپاس جناب آقای امین. وقتی در میان نامزدان سخن از دخالت ارگ در فرایند انتخابات اداری مجلس به میان میآید، چه چیز میتونه، چه سناریویی پشت سر این صحنه جاری باشه و اصلا پیامش چی است از بحث استقلالیت مجلس و اینها؟ به نام خداوند، از ادب خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیونی نور. بله، حکومت آن چیزی را که ما در حکومت وحدت ملی می‌بینیم پاسخگوی برای نیازمندی‌های مردم و وضعیت کنونی نیست. اگر بحث ما بحث پارلمان باشه، می‌بینیم که 3 سال است که پارلمان از اون مشروعیتی که مردم برای پارلمان داده بود اون مشروعیتشان از دست دادن و حضور رئیس جمهور در پارلمان در افتتاحی دوری سوم یا سال هشتم پارلمان نمایندگی میکنه که با حضورش رئیس جمهور این پارلمان گویا قانونیت میبخشه. بعد میبینید پارلمان وکیل هستن، وکیل به این معنا که نمایندگی از مردم میکنن، افکار عمومی را در اختیارشان دارن، مشکلات های مردم حل میکنن، نظارت میکنن از عملکرد دولت، به خاطری که از عملکرد حکومت، به خاطری که مشکلات مردم حل شود و بالاخره اینها همون نمایندگی، همون تعهداتی را که با موکلیشان دارن، با مسئولیتی را که قانون برشان سپارده باید انجام بدن. ولی صرف نظر از این، بعدا میبینیم بحث زورگویی مطرح میشه. آن چیزی که در پارلمان نباید باشه اون زورگویی و حق تلفی ها باید باشه. یعنی برعکس میبینیم که یک ایده مسلح در اطراف پارلمان بر ضد یکدیگرشان شلیک کردند، بالاخره بعضی پول دادن و پلی پول گرفتن، بعد رئیس جمهور مداخله کردن، رئیس امنیت ملی مداخله کردن. ما فکر میکنم که در قاموس و یا فرهنگ سیاسی جایگاهی نداره. درست. وقتی آنگونه که شما خودتون به این باور هستید که مجلس با پرسش نماد قانونی و حتی پرسش مشروعیت مواجه هست، این رویدادها از مشروعیت نسبی پارلمان نمیکاهد؟ بحث مشروعیت و قانونیت چه جدا بگذاریم دیگه، این بحث هاییست که کنم شده است و جایگاه هم نداره برای پذیرش. ولی بعضا خود وکلا مشروعیتشان هنوز سر جاش هست.
خب اگر بس موضوع اگر قانون وثیقه ملی باشه، اگر قانون تکلیف هر شهرونده، تکلیف هر نهاد، تکلیف هر ارگان، تکلیف هر وضعیتی را مشخص کرده باشه، بر مبنای قانون هیچ نوع مشروعیتی، هیچ نوع مشروعیتی اعضای پارلمان نداره. اعضای پارلمان یکی از دستگاه های سیگانه نظام هست حتی اون تفسیر و تجزیه و تحلیل ماده 83 قانون. کاملا. یعنی بس به ایست که الان بس منافی متضاد مطرح است، یعنی گروه های در مجموع نظام یک تیم تجارتی و یک تیم استخباراتی شکل میده. یعنی ما نمیتونیم که یک بدنه دولت براعت بدیم، یک بدنه دولت به اصطلاح تایید بکنیم. در مجموع ساختار امی نظام یک ساختار تجارتی و استخباراتی است. هر بدنه جنگ، هر بدنه حرکت های سیاسی، حتی اقتصادی، همه ارتباط میگیره به شبکه های اقتصادی و شبکه های استخباراتی. رئیس جمهور به عنوان فرد اول مملکت زمانی که صحبت میکنه و موقف خود در برابر هر قضیه ای که ابراز میکنه، فرد اول حرفی که از زبانش بیرون میشه باید قانون باشه، حرفش باید راهگشا باشه، راهساز باشه، مشکلات مردم حل بکنه، آن رایی را که مردم گم کرده با حرف رئیس جمهور و رای خود باید پیدا کنه. ولی با تاسف که میبینیم وقتی که فردی اولی مملکت در هر جلسه با جلسه دیگرش دیدگاهش فرق میکنه، گرایشش فرق میکنه، زبانش فرق میکنه، موقف گیریش فرق میکنه، حالا ما چی رسه از پارلمانی که صدها نفر از آدرس های مختلف با شیوه های مختلف آمدن زیر یک صف، امروز به اصطلاح که نمایندگی از مردم میکنه. یعنی در ماهیت نظام زیر سوال است. یعنی بخواهیم اگر ما حتی دستگاه قضا را سرش صحبت کنیم، دستگاه قانون گذاری و حکومت، برای فعلا اوضاع طوری است که رئیس جمهور هم میتونه رئیس حکومت باشه، هم میتونه رئیس قوه مقننه باشه. به این معنا که دکتر سیب عبدالله تمثیل میکنه، یعنی ریاست اجرائیه یا ای که نقش صدر اعظم یا نهایتا حکومت، در حالی که رئیس جمهور مستقیما بالای اعضای بالای کابینه تسلطی مستقیم داره و حکمش هم مری اجراست. همچنان حضورش در هشتمین سال قوای مقننه گویی که با حضورش یا با فرمان تقنینیش تمدید کرده دوره های پارلمان که اینا دوباره به حیات سیاسی و قانونگذاریشان ادامه بدن. بینن اگر هر قدر آقای امایون هم که به عیسی فرد دوم این قوای مقننه تعیین شده باشم، بازم به فرمان رئیس جمهور، با حضور رئیس جمهور، اونا مشروعیت خود را درست. حالا آقای امایون و آقای احمدزی ما نامزدان پست معاونت نخست مجلس بودند و شما مستحضر هستید که آقای همایون گویی در برابر ارگ و در کل به زعم او دستگاه ارگ که چند فرد را نام گرفت و گفت اینها تلاش دارند افغانستان را به سمت تجزیه ببرند که ما در برابرشان می ایستم. از او طرف هم آقای احمدزی اتهامای علیه ارگ را رد می کرد و گویی اینجا بحث این مطرح بود که آقای احمدزی از ارگ نمایندگی می کرد و آقای همایون هم از مخالفان ارگ. یعنی چی اصلا؟ اگر حالا بحث قانونی بودنش منتفی باشه بر نه و یک مشروعیت نسبی هم داشته باشن، این وضعیت نشانگر چی است؟ واقعا ارگ میخواه اعضای هیئت اداری را تعیین بکنه؟ ارگ مداخله یار که ما رد نمیکنیم، ولی اصطلاحی را که آقای همایون استعمال کردن در فرهنگ حکومتداری و مبارزه سیاسی جایگاه نداره. یعنی ما از رئیس جمهور حمایت نمی کنیم، یعنی حرفای رئیس جمهور، موقف رئیس جمهور در رابطه با پارلمان تایید نمی کنیم در مجموع کابینه و وزرا و جریان های دیگری در پارلمان. اما اینها هر کدامی از 15 16 سال است که وکیل هستند، حداقل 8 سال است که اینها وکیل هستند. اینجا مرجع قانون گذاری، زبانی از اینها بر مبنای قانون استوار باید بوده باشه، ادبیاتی که اینها استعمال میکنن ادبیات سیاسی، ادبیات حقوقی بر مبنای قانون باید بوده باشه. ادبیات دیگر سنگر، ادبیات به اصطلاح فضای خشونت، اینا فکر کنم در فرهنگ حکومتداری جایگاهی نداره. اما چرا اینا موفق نشدن در دو روز هیئت اداریشان را بر بگزینند؟ واقعا مشکل نمایندگان چی هست؟ اطلاعاتی که ما داریم، بخوایم نخواهیم، بس آجندای مردم یا ملت نیست. یعنی چی در ساختاری قانونگذاری یا در مجلس قانونگذاری یا در یک بدنه کلان دیگری دولت،
پس برای بس چی حضور دارن منافی هست. بس بعضی منافی هست در گذشته ها موندیم، دوستاییم که ما در پارلمان داریم، تبعیض که با نشستی که با اینا داریم، از لحن کلامشان درک میکنیم که اینها با پول وارد صحنه مبارزه میشون، با فریب دادن یک دیگر وارد صحنه مبارزه میشن، اینها با کسای دیگری وابسته دارن. در گزینش حیات اداری هم بس پول مطرح است. من به این نظر هستم که با کمال احترامی که با وکلای مردم داریم، یعنی بخش اعظمی وکلا به نوعی با سفارتخانه‌های منطقه رفت و آمد دارن، مستقیما با دستگاه های استخباراتی ارتباط های بسیار مستقیم دارن، با دستگاه ریاست اجرائیه، با ریاست جمهوری اینها ارتباطات مستقیم دارن. یعنی نه تنها در سطح حکومت، بیرون از حکومت حتی بیرون کاملن. از افغانستان هم دخالت وجود داره. اینا یک چیز اینا واضی را نمیتونیم از انظار جامعه پنهان کنیم. مردم بیچاره هست، مردم با این وضع با این پارلمان به چی درد ملت به نظر شما میخوره؟ اگر واقعا این ویژگی ها را که شما توصیف کردید داره. بس پارلمان در ساختار دولت این سه ارگان یا این سه قوه میتونه نظام تشکیل بده بر مبنای قانون اساسی. قانون اساسی مدیر است، قانون اساسی رئیس است، قانون اساسی تکلیف همه این سه قوه را در قبال یکدیگر بر مبنای همون تفکیک قوا و تکلیف یکدیگرشان در برابر مردم مشخص ساخته. دغدغه تمام حکومت ها تامین امنیت و رفاه اجتماعی است. تمام حرکت های کابینه و بالاخره قوه مقننه، دستگاه قضایی، همه دغدغه کار از اینا، همه مسئولیت های اینا بر مبنای قانون رفاه اجتماعی و تامین امنیت و اجرای عدالت است. اگر بحث قانونی بسازیم، نه دولت یا ارک به اصطلاح امروزی میتونه جایگاه خود داشته باشه و پاسخگو برای ملت باشه، نه قوه مقننه و نه قوه قضاییه. امروز ما بار ایده مصوبت کردم که مخالفین دولت آنقدر قوی نیستن که بیاین این دستگاه حکومتی را در گروی خودشان قرار بدن، یا 40-50 کشور دنیا را به رهبری امریکا و ناتو در گروی خودشان داشته باشند. تعدیدی از اینها خطرناک برای حکومت و برای امریکایی ها تا برای منطقه بوده باشند. این گونه بس کن آقای عمل کردی نظام باعث میشه که اکثریت ملت همسو با کدام کاشروتیف هست، با مخالفین حکومت یا با حکومتی ها؟ فضای جنگی است. اگر ما افرادی که قطعا در قدرت سهم نیستن به عنوان یک واقعیت، اگر ما سوال از اینا را جواب بدیم، دیدگاه از اینا را باید به عنوان یک اصل بپذیریم، نه طالب در میان از اینا جایگاه داره و نه دولت افغانستان در میان از اینا جایگاه داره. هم طالب اینا را کشته است و هم دولت افغانستان حقشان را تلف کرده، ملت را، حق ملت را تلف کردند. ملت برای فعلا، ملت با کی هست؟ برای فعلا ملت با خودش است. ملت دنبال یک لقمنان میره، ملت دنبال تامین امنیت شخصی خودش هست. حکومت یک سو است به نظرتان، مخالفینش یک سو و ملت یک سو. فضای تجارتی است. طالب هم پول میگیره میجنگه، سلاح میگیره میجنگه، حکومت وحدت ملی هم سلاح میگیره میجنگه و پول میگیره میجنگه. اگر هدف دولت تامین امنیت و رفاه اجتماعی بوده باشه، چه در مناسبات ملی و چه در مناسبات بین المللی، حداقل یک بدنه یک کشور امنیتش تامین میکرد، قانون تطبیق میکرد، رفاه اجتماعی را به وجود می آورد، اختلاف طبقاتی را از بین می برد، پولهای کاذبه از بین می برد، عدالت را برقرار میکرد که یک مثال می بود، یک الگوی می بود برای ولایت های دیگه، برای جاهای دیگه، برای منطقه دیگه. شما از لحاظ مطالعات بین المللی در رابطه با قضایای افغانستان ببینید، فاسد ترین کشور افغانستان هنوز است، با وجودی که حضور پررنگ جامعه جهانی در اینجا، پولهای انگفت و تجهیزات نظامی، همه از اینا را ما در اختیار شما داریم. گزارش چهارمین جایگاه چهارمین کشور فاسد جهان را از آن خود کرد. خب بحثی الان من فکر کنم که نه چهارمین بگذاریم یا سومین یا دهمین، هر چی بده باشه، ولی امروز فساد به یک فرهنگ تبدیل شده است. ببینین بحث دولت فاسد و فساد در دولت از هم کاملا فرق میکنه. اگر بگیم فساد در دولت وجود داره، یک راهی وجود داره که ما برای اصلاحش کار باید بکنیم. چون وقتی که میگیم فساد در دولت وجود داره، یک بدنش خراب است، تلاش میکنیم که بدنش اصلاح شود. ولی زمانی که بگیم دولت فاسد، دیگه از نهاد، از ماهیتش زیر سوال میره. درست است. حالا مجلس توانست معاون اول رئیسش را انتخاب بکنه و قرار است فردا انتخابات داشته باشه. هر ساختار اداری مجلس تکمیل شد. مجلس افغانستان در سال 97 فراروش چالش های زیادی داره و بارهای زیادی را بعد به دوشش
حالا به نمایندگی از مردم انتقال بده. چشم اندازتان چی است؟ این مجلسی که در درون خودشان این همه درگیرند، بحث دخالت ارگ مطرح میشه و بالاخره مخالف ارگ به زعم خودش در برابر ارگ پیروز میشه و با این وضعیت و تقابل ارگ و مجلس چی چشم اندازی را ارائه میتونند؟ ما فکر کنم که از یک مجرم چی توقعی میتونیم داشته باشیم؟ کی از مجرم؟ مردم افغانستان وکلا را برای 5 سال رأی دادن و مشروعیت میدن و قانون اساسی افغانستان هم برای از اینا 5 سال رأی داده. خب. وقت داده. یکی از دستگاه سیگانه مهم دولت قوای مقنین است. اگر اینا واقعا اینا با مردم هستند، دولت زیاد مقصر نیست، قوای اجرائیه زیاد مقصر نیست، قوای قضاییه مقصر نیست، حرفی اول با مردم پارلمان کشور میزنه. اینا میتونستن زمینه را مساعد بکنن، با رئیس جمهور همکاری کنن، با دیگر دستگاه همکاری کنن، احزاب سیاسی را در صحنه بیارن، جامعه مدنی در صحنه بیارن، زمینه را برای انتخابات شفاف و برای انتخابات قانونمند مهیا میسازن. و اینا تا جاگزینان اینا... خودشان بیان بله بله، اگر اینا واقعا عدالت تامین بکنن، اگر اینا امانت مردم ما به اینا یک امانت قبول داشته حکومت باشن، حکومت متهم میکنه برای فعلا انتخابات را نتونست برگزار بکنه. ما مانده 10% اگر حالا حکومت هم نمیتونه برگزار اگر 10% حکومت مقصر باشه، 90% اعضای پارلمان مقصره. چرا؟ اعضای پارلمان از سراسر کشور رأی گرفتن، حضور بالفعل با تمام مردم افغانستان دارن و اینا هم میتونستن فشار بالای مردم بیارن، هم فشار خب. بالای حکومت بیارن، هم فشار با جامعه جهانی بیارن. برای جبران تقصیرشان چه باید انجام بدن؟ وضعیت طوری است که الان اوضاع سیاسی و نظامی و حتی اقتصادی در مدیریت ایالات متحده آمریکا است. یعنی ربطی به یک کشور افغانستان برای فعلا ندارد. دولت افغانستان هم ماموریت نظامی داره و هم ماموریت جنگی داره. بحث تامین سلام مطرح نیست، بحث رفاه اجتماعی مطرح نیست، آجندای ملی در برنامه دولت نیست. و من متیقین هستم که اگر مردم بیدار شده باشه و اگر حداقل احزاب سیاسی جایگاه خود به عنوان یک واقعیت درک کرده باشن، جامعه مدنی درک کرده باشن، ما شما در آستانه انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری قرار داریم. این وقت زیادی از لحاظ قانونی بالاخره برای ریاست جمهوری هم باقی نمانده. اینها از همین لحظه باید اینا با هم دیگر روابط داشته باشن، یک تعریفی از وضعیت کنونی و برای یک ساختاری فردای افغانستان خلاف داشته این باشه. پیشنهاد شما هست، حالا از همکنون اینا تقابل دارند و در ادامه هم ما می‌بینیم که کمیسیون انتخابات زمان را گفت به تأخیر، زمانی که تعیین شده برای برگزاری انتخابات پارلمانی سال آینده به تأخیر خواهد افتاد، نتوانست تقویم و زمان مشخص دیگری را تعیین بکنه و گویی بودجه و امنیت بالاخره امکانات برای انتخابات فراهم نیست و قرار نیست انتخابات به زودی در راه باشه. با این وضعیت چه خواهد شد؟ بس به کدام سمت میره؟ خب در نهایت ببین، حوادث هم یک سنت الهی است، جنگ هم یک پدیده اجتماعی است. در آخرین تحلیل وضعیت کنونی جایگاه خود پیدا میکنه که به یک سمت و سوی تعریف شده بره. شورایی که جلسه که قرار است در جاکارتا یا اندونزیا، علمای سه کشور افغانستان و پاکستان و اندونزیا پیرامون اوضاع افغانستان و پیرامون وضعیت جنگی افغانستان بحث صورت بگیره، ماهیت صلح بحث بکنن. از یک طرف روسیه هم میبینیم با آمریکا نشستهای در رابطه با قضای افغانستان دارن، پاکستان هم نماینده های خاصی از ایالات متحده آمریکا نشست و برخاستی داره. در بود بین المللی افغانستان برمیگرده با در آجندای جهانی. یعنی وضعیت کنونی برای فعلا تعدیلی برای کشورهای منطقه جهان به افغانستان نگاه را که در بن کرد خواهد کرد یا شرایط فرق نه شرایط کاملا فرق میکنه. بحث بن به انحراف کشانده شد. در بحث بن بحث حکومتداری خوب مطرح بود، بحث رفاه اجتماعی مطرح بود، بحث جنگ ختم جنگ مطرح بود، بس ادامه بحران مطرح نبود، بس همگرایی منطقوی در قضای افغانستان و جنوب آسیا مطرح بود. اینجا تمام کشورها به شمول روسیه و کشورهای همسایه در تعهدات بن اینها زیر تعهدات امضا کردند، ولی خب آمریکایی‌ها یکتازی کردند، فکر کردند که روسیه دیگر روسیه قبلی نیست، چین قبلی نیست، یکتازی جهان خدا فکر کردن، همگرایی منطقه‌ای را کاملا کنار زدن و خواستن که مستقیما با ناتو در قضای افغانستان. اما در استراتژی جدید آمریکا هم چنین چیزی است از سوی منتقدان مثل شما مطرح شده که در استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا و کشورهای منطقه سهم داده نشده. خب اولا در استراتژی جدید دونالد ترامپ قبل از اینکه اظهار بکنه یا مطبوعاتی بسازه،
بحثی همگرایی منطقوی مطرح بود. روسها هم خب ببینیم که اوضاع افغانستان روسها تحت نظارت دارن، کشورهای منطقه تحت نظارت دارن، برای فلان افغانستان یک تهدیدی برای کشورهاست. اگر جایگاه افغانستان در محافل بین المللی مشخص نشود، ما فکر نکنیم که امریکایی ها هم خوابی آرام داشته باشند. در ابتدا بحث همگرایی ملی، همگرایی منطقوی در قبال افغانستان مطرح بود، ولی بعدها می‌بینیم که نه، این منتفی شد. بالاخره آمریکایی ها خودشان دوباره سرباز فرستادن، کمک‌کار خودشان سرازیر کردن، موقف گیری در برابر آمریکایی ها باز هم یک تازی کردن. با این وضع نگاهتان با آینده امیدوار کننده است؟ با آینده افغانستان بله، همه قسمی که روس ها گورباچوف، طرح گورباچوف که یک طرح نوینی بود در برابر اهداف ایالات متحده آمریکا در تجاوز اتحاد شوروی در افغانستان، با یک طرح جدیدی هم فضای اقتصادی را عوض کرد و هم بالاخره با آمریکایی ها کنار آمد و روس ها از افغانستان کنار رفتند. آمریکایی هم در آخرین تحلیل باید بپذیرند که با تنهایی در افغانستان و جنوب آسیا اینا موفق نخواهند شد. این منطقه از لحاظ استراتژیک منطقه خطرناکی است و این خیلی کشورکشایی ها را اینجا به زانو در آورده. اگر برگرده به جایگاه اولی شما همگرایی منطقه ای را شکل بده و قضای جایگاه طالب تعریف کنه و جایگاه اگر جنبندی افغانستان را تعریف کنه، امین دورنماتان حداقل در کوتاه مدت و میان مدت وضعیت مجلس نمایندگان چی است؟ فکر میکنید در سال پیش رو قوانینی را خواهند تصویب کرد؟ خواهند توانست کماکان با ارک همکار باشند آنگونه که شما پیشنهاد کردید؟ افغانستان بحث قوانین مطرح نیست. قوانین قانون اساسی زمانی که در سطوح بالا نقض میشه، هیچ توقعی ما ایمیلا نداره از پارلمان که بتونه یک قانونی را وضع کنه که بالاخره یک حداقل یک دردی، یک بدنه، یک گوشه از دردی مردم افغانستان بتونه تداوی بکنه. برای فعلا بحث تجارت مطرح است. حقوق و معاشات خوبی میتونن، درآمدهای خوبی داشته باشن، مسئولیت قضایی دارن. قوانین در همین کاروان در همین وضعیت ادامه پیدا میکنه. وقتی که ما در 7 سال گذشته میبینیم که پارلمان نتونست که یک کار مثبتی در فضای سیاسی داشته باشه، شما هر روز میبینین اگر بحث مواد مخدر صحبت کنین میبینین که مواد مخدر تقویت میشه، بحث بیکاری را میبینین روز به روز بیکار میشه، بحث معتاد شما در شهر کابل تا میبینین که بیش از هزارها انسان در جاده ها افتیدگی هست، طبقات اختلاف طبقاتی را میبینین که یک نفر به یک لقمانون میتاج است، یک نفر به هزارها میلیون روپیه روزانه در اختیارش است. یعنی کدام بخش از را بگیم که ما بتونه پارلمانی را حل بکنه؟ در چند من... جمله آخر پس امیدواری و خوشبینی نسبی شما بر چه مبنایی هست؟ ما به این نظر هستیم که با همه مشکلاتی که وجود داره این ملت بیدار شده، نسل جوانی که با علوم روز آشنایی دارن، چهره این کسایی که در رأس نظام هستند، در پارلمان هستند، در جاهای دیگه هستند که تاثیرگذار بالای حقوق و قانون مردم بودن و اینا مسئولیت خود انجام ندادن، ما متیقن هستیم که نسل جوان و احزاب سیاسی و یک بدنه از جامعه مدنی و اینا در صدد دید و وادید با هم دیگر هستند. یک فردای در رابطه با فردای سیاسی افغانستان اینها تشریک مساعی دارن. ما متیقن هستیم که با کمک جامعه جهانی وضعیت افغانستان به یک وضعیتی با ثبات‌تر و خوبتری تغییر بکنه. خیلی سپاس از شما مقدم امین آگاه و کنشگر سیاسی برای حضورتان داری بس و سپاسمند شما بیننده‌های گرامی که مهربانانه این پرسشونیت را دیدید. تا درود و دیدار دیگر، شب و روز به کام و مرادتان. بدرود. خسته نباشید. شکر.